سلام و عصر بخیر به همه شما عزیزان امیدوارم که حالتون خوب باشه و همینطور سلام گرم به همه شما عزیزانی که در خانه های خودتون هستید و با ما در جلسه عبادتی دلم خیلی خیلی تنگ شده بود برای همه شما عزیزان فکر کنم بودن سه تا یک شنبه من نبودم کلیسا این افتخار رو نداشتم که بین شما باشم و خوشحالم که امروز اینجا هستم در یونان بودم با در واقع از طرف کارم که من با سازمان ایلام کار می‌کنم و اونجا یک کنفرانسی بود که هر ساله برگزار میشه ریفیوجی های و پارتنرشیپ تمام سازمان های مسیحی که در دنیا با پناهنده ها کار میکنند و کشورهایی که پناهنده ها از اونها خارج میشن و به کشورهای دیگه میان و هر سال که این کنفرانس برگزار میشه تمرکزش بر روی یک کشور هستش و امسال تمرکز بر روی افغانستان بود بردن نور عزیز نیست جای بردن نور بود فکر می‌کنم جاش خالی بود و به حال اونجا سازمان‌های متفاوتی بودن که گزارش می‌دادن که چطور دارن با افغان‌ها کار می‌کنن واقعا از یک طرف خیلی برای من باعث برکت بود که می‌دیدم چطور افراد زیادی که اصلا فارسی زبان نیستن اصلا از آفریقا از آمریکای جنوبی از اروپا از استرالیا خدا در قلب اونها میگذاره که افغان‌ها رو خدمت کنن و این کار می‌کردن و همونطوری که برادری ماه گذشته اینجا بود از اوپن و به ما گزارش داد که چطور الان افغانستان در صدر جدول هست برای مسیحیان در جفا و اونجا هم واقعا با گزارشی که دادن از افغان ها نه فقط مسیحیان افغان بلکه خود کشور افغانستان جزء صدر کشورهایی هستش که خود مردم در جفا هستند و به حال اونجا صحبت بر این شد که همفکری هایی شد که چطور میشه به ایمانداران داخل افغانستان کمک کرد ایمانداران زیادی الان اونجا هستند ایمانداران بیرون و به حال در دعا ادامه بدیم همچنان مردم افغانستان رو ایمانداران افغانستان در داخل کشور رو مخصوصا در دعاهای خودمون میخواستم خواهش کنم که حتما به یاد داشته باشید این عزیزان واقعا اونجا در شرایط خیلی خیلی سختی هستند و خیلی خوشحالم که خدا امروز فیض بخشید بعد از مدتی اجازه دارم در این خدمت مقدس بایستم و با اون پیام و کلامی که خدا خود من رو برکت داد با من صحبت کرد بتونم با شما عزیزان صحبت کنم و با هم ببینیم که خدا امروز چه پیامی برای ما داره ما تو کلام خدا داستان‌های مختلفی رو می‌خونیم نه در عهد عتیق در عهد جدید و هر کدوم از ما تو شرایط متفاوت زندگیمون می‌تونیم با یکی از این داستان‌ها ارتباط برقرار کنیم حالا هایی می‌تونه سخت باشه شفا باشه معجزات باشه داستان‌های خوب باشه به نوعی هر بار انگار در یک جای کتاب مقدس ما خودمون رو پیدا می‌کنیم در یک شرایطی اما به نظر من داستانی توی کلام خدا هست که ما میخونیم که به نوعی همه ما با هر شرایط ایمانی که داریم با هر نوع شرایط زندگی که داریم با هر شرایط متفاوتی که داریم میتونیم با این داستان ارتباط برقرار کنیم و خودمون رو توی این داستان ببینیم این داستان داستان یک سفر هست سفری پر از فراز و نشیب، سفری پر از اتفاقات متفاوت، سفری پر از چالش‌های زیاد، مجموعه ای از مردم از مبدع مشخص با امید، با ایمان به سمت یک مقصدی حرکت می‌کنند. مقصدی که هرگز اونجا رو ندیدن. هرگز نمی‌دونن کجاست، چه شکلیه، چه جوریه. اونا فقط از پدران خودشون، از رهبران قوم خودشون در مورد اون مقصد شنیدن، در مورد وعده‌هایی که خدا در مورد اون مقصد به اونها داده شنیدن حتما متوجه شدید منظور من چه سفری است داستان سفر قوم اسرائیل بعد از خروج اونها از مصر از سرزمین اسارت و بندگی و حرکت اونها و چهل سالی که گذشت و رسیدن اونها به کنعان سرزمین وعده‌ای که باید بهش میرسیدن این سفر عزیزان چهل سال برای قوم اسرائیل طول کشید و اونها در این چهل سال انواع سختی‌ها مشکلات دردها فشارها رنجها و حمله های زیادی رو تحمل کردن پشت سر گذاشتن و همینطور در عین تمام این سختی ها و درد و فشار ها اونها حضور خدا رو تجربه میکردن اونها اعمال خدا رو تجربه میکردن اونها معجزات خدا رو تجربه میکردن خدایی که همیشه با اونها بود خدایی که هیچ موقع اونها رو ترک نکرد و با آیات و معجزات اونها رو همراهی کرد وقتی از همون اول نگاه میکنیم اونها به دریای مهیب و عظیم و وحشتناک سرخ رسیدن که اصلا عبور ازش غیر ممکن بود اما خدا اومد دریا رو بر اونها باز کرد اونها عبور کردن و میبینیم که کلام خدا میگه خدا در ستونی از ابر در ستونی آتش با اونها بود اونها در مسیرشون یکم جلوتر رفتن رسیدن به سرزمینی که آبهای تلخ داشت آبهای ماره زندگی اونها تلخ شد با این آبها اما خدا دوباره اونها رو عبور داد اونها به ایلیم رسیدند که میگه آبهای شیرین داشت اونها تو بیابون گرسنه شدن گرسنگی رو تجربه کردن خدا به اونها مننا داد اونها تشنه شدند خدا از صخره برای اونها آبی رو جوشانی در مسیر به اونها حمله شد امالیقیان به اونها حمله کردند و خدا برای اونها پیروزی رو فراهم کرد به اونها پیروزی بخشید و از همه مهمتر واقعا برای من پرشکوه ترین تجربه قوم اسرائیل رو در باب چهل کتاب خروج میخونیم زمانی که موسا خیمه اجتماع رو همانطور که خدا به او فرمان داده بود با همراه بقیه افراد ساخت و میگه حضور پرجلال و پرشکوه خدا اومدی خیمه رو پر کرد. چنانکه که هیچ کدوم از مردم دیگه نمیتونستن بایستن، همه به رو افتادن. در وسط اون بیابون چه حضور پرجلالی رو اونها تجربه کردن اونها حتی در این بیابون، رشد کردند به رشد و بلوغ رس روحانی رسیدند این رو از کجا ما میبینیم دادن نظام قربانی در کتاب لاویان این نشان دهنده رشد اونها بود خدا میخواست یک رابطه جدیدی رو با اونها شروع کنه خدا میخواست اونها رو نزدیکتر بکشه پرستش های اونها دعاهای اونها رابطه اونها قرار بود عمیق‌تر بشه نظام قربانی به اونها داده میشه اما بازم میبینیم بعدش بازم قوم شکفه و شکایت میکنن بازم غور میزنن قرار بود برن سرزمین وعده رو جاسوسی کنن جاسوسان میرن یه عده ده نفرشون با بی ایمانی بر میگردند، اونجا میبینیم که قوم به اون بی گوش میدن و همین باعث میشه که در باب 14 کتاب اعداد میبینیم که 38 سال آوارگی قوم شروع میشه قوم 40 سال در راه بودن اما دو سال اول رو هنوز آواره نشده بودن دو سال اول رو ساکن بودن و 38 سال آوارگی اونها شروع میشه بعد از این بازم شکف و شکایت میکنن بازم غور میزنن بازم گله میکنن مارها به اونها حمله میکنه خدا اونها رو با مار برنجی نجات میده و, و و و و و اتفاقات متفاوت اما بدتر از همه اینها میدونید چی بود به نظر من این بود که اونها نمیدونستن که کی میرسن بدترین اتفاق این هستش که تو در یک راهی باشی و ندونی کی میرسی این از همه سختره وقتی که تو میدونی کی میرسی خیلی برای تو همه چیز راحت میشه خیلی برای تو بهتر تحمل کردن حداقل اون را من خودم توی هواپیما که میشینم معمولا دیگه بعد از 45 دقیقه یک ساعت کلافه میشم و حالا یا باید سعی کنم به زور بخوابم یا آهنگ گوش بدم ولی دیروز وقتی برمیگشتم دو ساعت و نیم بود بعد یک ساعت هم کلافه ولی خیلی خوب بود این تایم میزد یک ساعت و نیم دیگه میرسی من میگفتم اوکی خب آرش یک ساعت و نیم دیگه یک دم دیگه دوباره کلافه میشدم نگاه میکردم میز یک ساعت دیگه و این چقدر به من کمک کرد واقعا دیروز دیدم که من کی میرسم و به من یه تحمل یا یه صبری داد فقط اگه من نمیدونستم چقدر قراره تو این پرواز باشم از همون لحظه اول کلافه میشدم قوم نمیدونست کی میرسه اما بالاخره رسید بالاخره رسید تا اینکه بالاخره به مرز رود اردن رسیدن جایی که باید ازش میگذشتن و وارد سرزمین وعده میشدن بعد از چهل سال بعد از چهل سال سخت و طاقت فرسا چه تعداد زیادی از اونها در این مسیر از پا در اومدند نسل اول اونها به خاطر بیمانی مرد و اصلا نرسید و نسل تازه اونها هم چقدر در طول راه بالا و پایین شدند از آن آیا سفر اونها شبیه زندگی های ما نیست زندگی همه ما همه ایماندارا که در هر جای این دنیا دارن زندگی میکنن همه ما که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردیم روز ایمانمون روزی بود که از مصر اومدیم بیرون نه از مصر اومدیم بیرون و مشتاقانه منتظریم تا به سرزمین وعده برسیم تا به آسمان برسیم تا جایی که با عیسی یک بشیم این امید زنده ماست امید زنده کلیساس منتظریم به اونجا برسیم کلام خدا میگه تمام خلقت حتی آه میکشه منتظره که برسه و ما هم دقیقا مثل اونها نمیدونیم کی میرسیم ما هم نمیدونیم چقدر دیگه باید زنده باشیم آیا فردا یا شاید هزاران سال دیگه قوم هم شاید تو بیابان این فکر رو میکردن هر شب میخوابیدن به این امید که شاید فردا روزی باشه که برسیم و ما هم شاید مطمئنم خیلی از ایمانداران دعا میکنن برای بازگشت مسیح روزی که انگار به پشت اون رود اردن سماوی برسیم و از دور آسمان رو ببینیم میگیم آخیش آخیش بالاخره رسیدیم بالاخره تموم شد و چه لذت بخش اون لحظه بگیم بالاخره رسیدیم ما هم از مثل این قوم در سفر هستیم هر روزه هر ماه هر سال سختی متفاوتی رو تجربه می کنیم مشکلات فشارها حمله ها اما در بین تمام اینها حضور خدا رو تجربه می موجزات معجزات خدا رو تجربه می کارهای خدا رو تجربه می و این میتونه نه فقط تجربه ما در طول سفر زندگی ما و رسیدن از در واقع به مقصد نهایی ما در آسمان باشه بلکه این حتی میتونه تجربه ما در گذشتن از یک مرحله زندگی و وارد شدن به یک مرحله بعد باشه گذشتن از یک فصل سخت و وارد شدن به یک فصل تازه گذشتن از یک سال حتی به یک سال دیگه ای که امیدواریم پرتنش نباشه و برای خود من شخصا گذشتن از سال 2021 بود برای من سال 2021 سال خیلی سختی بود. نمیگم سال بد چون که هران چیزی که خدا میافرینه نیکوست اما سال خیلی سختی بود. چه از نظر جسمی، بیماری ها و اتفاقات مختلف، چه از نظر روحانی سختی هایی که جمعی ما تجربه کردیم در کلیسا. چقدر سخت و برای خود من در خیلی جه غیر قابل تحمل و پرفشار بود و چقدر حمله های مختلفی بود و واقعا یکی از بزرگترین سختی در این بین از دست دادن دوست و برادر عزیزم سعید بود که هفته آینده یک سال میشه که تا ماها سختی این از دست دادن با من بود و هنوز هم که به یادش میفتم هست و خیلی سال سختی بود و باور کنید عزیزان شاید خندهدار باشه اما اون یک هفته آخر سال 2021 من باز مسافرت بودم وقتی که برگشتم بین وایناختن تا سیلوستر واقعا تو خونه میشستم یه گوشه رو نگاه میکرم. میکردم میگفتم کی تموم میشه فقط این یک هفته هم تموم بشه یعنی من این یک هفته تموم بشه من زنده بمونم و وارد سال 2022 برسم اینقدر منتظر بودم که برسم بالاخره از سال 2021 به سال 2022 و من فکر می کنم عزیزان من فکر می کنم قوم اسرائیل اگر موقعی که میخواست برسه به کنعان اگه مزامیر داوود رو داشتن اونها مزامیر داوود رو نداشتن اگر مزامیر داوود رو داشتن موقعی که میخواستن برسن به نظر من تو اون لحظه اینا مزمور 124 رو میخوندن من که در آخر سال 2021 فقط میتونستم مزمور 124 رو بخونم چون توضیح حال من بود مزمور 124 چه میگه اگر خداوند با ما نمی بود بگذار اسرائیل بگوید اگر خداوند با ما نمی بود آنگاه که آدمیان بر ما حمله آوردند هنگامی که خشمشان بر ما افروخته شد ما را زنده فرو می آنگاه سیل ما را در کام میکشید، آب از سر ما میگذشت، گذشت آبهای خروشان ما را غرق می کرد اما متبارک باد خداوند که ما را تومه دندان هایشان نساخت همچون پرنده جان ما از دام سیاد رهایی یافت دام پاره شد و ما رستیم یاری ما در نام خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. واقعا اگر خداوند با من نمی بود، اگر خداوند با ما نمی بود، تمام این آبهای خروشان، این حمله ها، این مشکلات، این فشار ها، این دامها، ها، واقعا می من و ایمان من رو با خودش بکشه پایین و غرق کنه. اما از من بالاخره از سال 2021 همه ای ما از سال 2021 عبور کردیم. رسیدیم به سال جدید. نسلی از قوم اسرائیل زنده موند و رسید به سرزمین وعده، به کنعان و من فکر می کنم، برادر و خواهر عزیز، این آرزوی همه ماست. همه ما می خواهیم که از این سفر عبور کنیم. از این مسیر عبور کنیم. از هر سال به سال دیگه، از هر مرحله به مرحله دیگه، از هر فصل زندگی به, مز... به فصل زندگی دیگه، ما همه می خواهیم. عبور کنیم تا زنده بمونیم درسته همه میخوایم عبور کنیم اما حقیقت تلخی که در این بین هست این هستش که هر سال سختتر از سال قبل میشه هر مرحله و هر فصل سختتر از مرحله قبل میشه فشارها، حمله ها، دردها، مشکلات، متواوت‌تر، پیچیده تر و یا شاید خطرناکتر بشه. خیلی از ما میخوام بگم خیلی از ما ایماندارا ممکنه حتی در شرایطی قرار بگیریم که با خودمون بگیم من اگر ایمان خودم رو کلیسا رو ترک کنم بذارم برم خیلی برای من راحت تره. حداقل میتونم این نفس راحتی بکشم. اما میدونیم که قوم جدا نشد هیچ کس جدا نشد بلکه قوم همه با هم رسیدند در اون با هم بودن بود که رسیدند تونستند برسند اما واقعا قوم چطور رسید این تعدادی که رسیدن چطور رسیدن چطور تونستن بالاخره بگذرن از اون بیابان و برسن اونها چطور از این زندگی از این مسیر پرفشار و مشکل زنده موندن و بالاخره رسیدن خیلی زیباست وقتی که به پشت رود اردن میرسن کتاب تصنیه رو بخونید خیلی کتاب زیبایی کتاب واقعا پر از محبت و فیض من بیشتر از هر جایی در کتاب مقدس در کتاب تصنیه میتونم با فیض خدا آشنا بشم وقتی که میرسن پشت رود اردن موسا شروع میکنه دوباره از اول احکام رو به اونها میگه قوانین رو میگه مثل یک پدر مثل یک رهبر با دلسوزی به یاد اونها میاره که چه کار باید بکنید چطور از خدا باید اطاعت کنید و شروع میکنه صحبت خودش تا اینکه میرسه به باب چهار که اطاعت از خدا رو به اونها فرمان میده و در باب چهار یک آیه کوتاه اما یک آیه عظیمی نهفته است که من آخر سال گذشته وقتی داشتم کتاب تصنیه رو می کنم، به این آیه رسیدم این آیه زندگی منو تکون داد این آیه ایمان منو تکون داد این آیه هر چیزی هر فکر و تصوری که من نسبت به خودم و خدا داشتم رو تکون داد تصنیه باب چهار آیه چهار اما شما که به یهوه خدایتان چسبیدید همگی تا به امروز زنده اید اما شما که به خدا چسبیدید شما امروز زنده هستید چسبیدن به خدا عزیزان راز زنده موندن قوم راز رسیدن قوم به اون مقصد بود تنها چیزی که میتونه ما رو هم عبور بده از این سفر زندگیمون از این مسیر از هر سال به سال دیگه از هر مرحله به مرحله دیگه و در نهایت به اون مقصد آخر ما در تمام این سختی ها فشار حمله ها مشکلات اتفاقات ناگوار فقط و فقط یک چیز هست چسبیدن به خدا اما چسبیدن به خدا یعنی چی چسبیدن به خدا یعنی چی من چطور میتونم متوجه بشم که من به خدا چسبیدم یا نچسبیدم من اینجا آلمانی شما همه رو نوشتم فعلی که در زمان زبان آلمانی استفاده شده برای چسبیدن فعل انهنگن هست یعنی وصل شدن یعنی آویزون بودن و این فعل انهنگن خیلی بیشتر از چسبیدن به فعل اصلی در زبان عبری که نوشته شده نزدیک است کلمه عبریش خیلی به انهنگن نزدیک است یعنی آویزون شدن یعنی وصل شدن دائمی یعنی چسبیدن همه ما دیدیم انهنگرهایی که تو ماشین هست یا هر چیزی که وقتی که وصل میشه موسی میگه شمایی که به خدا چسبیدید شمایی که آویزون خدا شدید شمایی که وصل شدید به خدا شما زنده موندید شما رسیدید اما از اولین قدم برای اینکه ما به یه چیزی یا به یه کسی بچسبیم یا آویزون باشیم چی هست آیا دوست دارید به خدا بچسبید؟ به پس باید ببینیم ما چی کار باید بکنیم اول از همه تا بتونیم به خدا بچسبیم. به اولین قدم این هستش که ببینیم دستهای ما به چی چسبیده. همین الان قلب ما به چی چسبیده. فکر ما به چی چسبیده. زندگی من به چی چسبیده. فقط یک دست های خالی هست که میتونه به چیز دیگه بچسبه من الان اگر بخوام به این سکو بچسبم اگر این کتاب و این میکروفون تو دست من باشه من چطور میخوام بچسبم اگه به من بگن تو به این بچسب اولین کاری که من میخوام بکنم باید بکنم چیه که این دو رو زمین بگذارم اون موقع دست‌های من خالی میشه اصلا هرگز با دست پر با دستی که یه قسمتش به یه جای دیگه چسبیده ما نمیتونیم به خدا بچسبیم و این یک انتخابه ما انتخاب میکنیم نه هر روزه انتخابی نیستش که ما هر روز انتخاب بکنیم ما یک بار باید انتخاب بکنیم که دستمون از همه چیز برداریم و به خدا بچسبیم و وقتی چسبیدیم با اعتماد و با ایمان نه اینکه هر روز بخوام انتخاب کنم که بچسبم نه واقعا من فکر کردم هر روز نیست این انتخاب این یک باره یک بار من همه چیز رو زمین میگذارم و به یک چیز میتونم بچسبم و بعد هر روز با اعتماد میتونم جلو برم وقتی من و تو به یک شخصی میچسبیم وقتی من و تو به یک چیزی آویزون میشیم و وصل میشیم هر جا که او بره ما هم باید, ما هم باید بریم هر جا که او بره ما باید دنبالش بریم ما انتخاب دیگه ای نداریم همه تجربه کردیم توی حالا اینجا وقتی که ماشین خراب میشه زنگ می‌زنیم آداسه با جر سقیل میاد میبره تو ایران اینجوری بود که میومدن به زیر ماشین وصل میکن تو تو ماشین خودت میشستی و ماشین جلویی وصل میشد انهنگل میشد و اون میرفت و تو دنبال اون ماشین میرفتی نمیدونم تجربه کردم من تجربه کردم تو تو ماشین خودت نشستی فرمونم تو دست توه فقط تو تصمیم نمیگیری که کجا بری ماشین جلو اگه بپیچه تو باید بپیچی اون اگه واسته تو باید واستی اون اگه بخواد دور بزنه تو باید تو یه فرمون علکی تو دستت هست فقط ماش... تو داری این مسیر خودت رو هدایت نمی‌کنی اون ماشین جلو هستش که داره تو رو بره. چرا چون تو به اون وصل شدی چون ماشین تو به ماشین اون وصل شده و دقیقا همین فعل استفاده شده پس هر جا که او بره من باید برم ولی شاید جایی که او بخواد بره من دوست نداشته باشم برم اینجا هست که اعتماد و ایمان میاد شاید او بخواد کاری انجام بده کاری بکنه که من دوست نداشته باشم اون کار رو بکنم برای من سخت باشه اما چون او میخواد بره و اون کار رو بکنه من با او باید برم شاید من دوست دارم یه جایی برم که او نمیخواد ولی چون به او وصلیم به جایی میریم که او هست عزیزان اینجاست که چسبیدن معنی پیدا میکنه تسلیم حقیقی بودن وفادار بودن از خود خالی شدن از فکرهای خود از آرزوهای خود از نخشه های خود از پلنهای خود خالی شدن و تماما به او تمرکز کردن برداشتن نگاه تو از خودت و فکرهای خودت و به او نگاه کردن از خود و در خود کاسته شدن و اجازه دادنی که او در ما افسوده بشه یحیا چه زیبا گفت گفت من باید کاسته بشم و او یعنی مسیح باید در من افسوده بشه اما شما که به خدا چسبیدید همگی زنده ماندید ما به چی چسبیدیم بردر و خواهر عزیز یا به کی چسبیدیم این سوالی هست که میخوام امروز هممون رو باهاش به چالش بکشم من در زندگی خودم به چی یا به کی چسبیدم و تو به چی چسبیدی به پول اولویت زندگی ما این هستش که فقط پول در, پول در بیاریم پول در بیاریم پول در بیاریم پول در بیاریم پول رو پول خونه رو خونه ماشین رو ماشین، و و و کار موفقیت موقعیت تمام فکر ما در این مسیر هست عزیزانی که متعهل هستند به همسر چسبیدی او هست که اولویت های زندگی تو رو مشخص میکنه او اولویت زندگی تو بچه تو من خودم پدر نیستم اما دیدم پدر و مادرهایی که چطور به بچه هاشون چسبیدن تمام خوشی پدر و مادر میتونه از کارهای اون بچه شاید به من بگید تو پدر نیستی اگر بودی تو هم اینطور بودی نمیدونم اما ما به کی چسبیدیم ما حتی میتونیم در کلیسا به خدمت خودمون بچسبیم خدمت ما برای ما از خدا هم مهمتر بشه تمام فکر ما تمام هدف ما این خدمته از صبح که بیدار میشیم فقط به اون خدمتمون فکر میکنیم نه به خدایی که ما رو بر اون خدمت گذاشته حتی عزیزان شاید خدا یک رویایی به تو بخشیده و ما میتونیم به رویای خدا بچسبیم به جای که به خود خدا بچسبیم ما میتونیم به اون رویا بچسبیم و فکر کنیم که من باید تمام کارها رو بکنم تا این رویای خدا به انجام برسه اما این اشتباه است در کلام خدا خدا به هر کس رویایی رو بخشید خودش عمل کرد و کار کرد تا اون شخص به رویای او برسه بعضی جا حتی رویایی که خدا به ما میده در قلب ما میذاره از خود خدا بیشتر میشه من در آخرهای سال 2021 گفتم که سخت بود تصمیم گرفتم یه مدتی کنار بکشم از خدمت و قسمت های دیگه کم بیشتر نیاز داشتم به خودم نگاه کنم حدودا سه ماه و چیزی که من متوجه شدم اینی که من به چی چسبیدم من به خودم چسبیده بودم من دیدم که من به خودم چسبیدم خودم حتی خیلی جاها از اراده خدا از کلام خدا برای خودم مهمتر بودم فکرهای خودم خواستهای خودم به پیش رفتن خودم نظر من حرف من چرا انجام نمیشه نظر من چرا گوش داده نمیشه به من چرا کسی توجه نمیکنه و حتی خدا به من نشون داد دعاهایی که یک مدت میکردم فقط به خاطر خودم بود تا چیزی رو به دست بیارم تا خودم بیشتر برم بالا تا خودم بیشتر شاید دیده بشم و حتی واقعا این رو خدا به من نشون داد من به پاستورم گفتم و توبه کردم در حضور شما اعتراف میکنم خیلی جاها من کلیسا رو و شما رو به خاطر خودم خدمت کردم نه حتی به خاطر شما نه حتی به خاطر محبت به مسیح و شرمنده هستم جلال بر مسیح واقعا میگم برای اینکه خدا به ما نشون بده که ما به چی چسبیدیم، نیازی نیستش که حتما دو سه ما کنار بکشیم. کافیه فقط یک دل فروتن و قلب مشتاق داشته باشیم من انقدر چسبیده بودم، خدا نیاز داشته که اول با مشتلگت یکم نرم کنه. ما به چی چسبیدیم؟ ایسای خداوند زمانی که روی زمین زندگی میکرد به عنوان یک انسان کامل دائما به پدر چسبیده بود او دائما به پدر چسبیده بود یوحنا باب 5 آیه 19 عیسی میگه آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود کاری نمیتواند کرد مگر کارهایی که میبیند پدرش انجام میدهد زیرا هرچه پدر میکند پسر نیز میکند یک آیه خیلی عجیبی عزیزان میگه پسر از خودش کاری نمیتونه بکنه او درست صد درصد انسان بود اما صد درصد هم خدا بود اما در تمام اون طولی که در جسم انسانی داشت زندگی میکرد میگه از خودش هیچ کاری نمیتونست بکنه عیسی نگاه میکرد به پدر و نگاه میکرد که پدر داره چه کاری میکنه و همون کارها رو روی زمین انجام میداد میگفت کارهایی که میبینم پدر داره انجام میده و من همون کارها رو میکنم ایسا در تمام طول زندگیش از به پدر چسبیده بود به پدر نگاه میکرد ایسا شاید دلش میخواست خیلی کارهایی رو انجام بده که درست بود که روحانی بود که خدمت بود که محبت کردن بود مطابق کلام خدا بود اما عیسی نکرد چون ندید که پدر داره اون کارها رو انجام میده عیسی رفت در کنار حوز بیت سیدا جایی که میگه مفلوجهای زیادی میمدن منتظر میموندن آب تکون بخوره تا بیفتن اون تو تا شفا پیدا کنند عیسی اونجا رفت مفلوجهای زیادی اونجا بودن اما عیسی فقط یک نفر رو شفا داد حالا به این فکر کردید عیسی میتونست همه رو شفا بده در جای دیگه میرفت همه رو شفا میداد رفت فقط اون یک نفر رو شفا داد و اومد بیرون چون ندید که پدر برای شفای اونها کاری کنه چهار روز از مرگ ایلازر گذشته بود دوست نزدیک عیسی اما عیسی چهار روز صبر کرد من بعضی وقتا فکر میکنم شاید عیسی همون لحظه اول روز اول میخواست بره دلش میخواست بره اما دعا میکرد نمیدید دعا میکرد شاید درد میکشید نمیدید باز دوست داشت بره روز اول روز دوم به مریم فکر میکرد به مارتا فکر میکرد به خونه اونها فکر میکرد دعا میکرد اما نمیدید ایسا میتونست همون روز اول هم بره و او رو زنده کنه اما نرفت تا در روز چهارم دید که پدر داره به سمت ایلازر میره و او هم رفت در باب سه کتاب اعمال ما فلجی رو میبینیم پتروس و یوحنا میگن او رو شفا میدن نوشته شده این فلج سالهای سال هر روز میومد در کنار دروازه زیبا در کنار معبد قرار میگرفت تا گدایی کنه و سوال من اینجا هستش که آیا عیسی که هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال از این دروازه زیبا عبور میکرد آیا این فلج رو ندید که او رو شفا بده؟ صد درصد دید عیسی تعالیم زیادی داشت به شاگردان بده اما نداد خودش میگه چیزهای بسیاری دارم به شما بگویم اما نمیگم تمام این کارها از عزیزان روحانی بود تمام این کارها خدمت بود محبت بود تمام این کارها مطابق کلام خدا بود او شاید حتی دلش میخواست این کارها رو انجام بده حتی برای این کارها دعا میکرد اما چون به خدا چسبیده بود نمیدید که پدر این کارها رو بکنه پس او هم نکرد و دقیقا انجام ندادن کارهایی بود به نظر من که بین شاول و داوود تفاوت ایجاد کرد شاول برای خدا قربانی کرد خدا رو پرستید چقدر زیباست کسی الان نمیتونه بیاد به من و تو بگه خدا رو پرستش نکن او برای خدا قربانی کرد و به نظر خودش کار کاملا درستی انجام داد اما خدا بهش گفته بود نکن تو نباید قربانی بکنی گفت چرا من میتونم قربانی کنم من پادشاه من باید پرستش کنم و داوود که سالها غیرت داشت که خانه خدا رو بسازه معبد خدا رو بسازه و خدا اومد به داوود گفت داوود تو خانه من رو نخواهی ساخت و داوود با خوشحالی خانه خدا رو نساخت چیزی که شاول رو از نظر خدا رد کرد و داوود شد مرد موافق دل خدا به نظر من نه در کارهایی بود که کردند در کارهایی بود که نباید میکردند و یکی نکرد اون یکی کرد عیسی میگه من میبینم پدر چی کار میکنه من به او چسبیدم در یوحنا باب 15 آیه 5 و 7 عیسی به ما میگه میگه من تاک هستم و شما شاخه آن کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد جدا از من هیچ چی نمیتونید بکنید اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند هر آنچه میخواهید درخواست کنید برآورده خواهد شد ایسا داره میگه به من بچسبید به من بچسبید مثل اون شاخه‌ای که به تاک چسبیده میگه اگر به من نچسبید هیچ کاری نمیتونید بکنید خیلی کارها شاید میگه بکنید اما هیچ ثمری نداره هیچ میوه‌ای نداره هیچ نتیجه‌ای نداره اگر به من بچسبید اگر در من بمانید کلام من در شما بمانه هر آنچه که میخواهید درخواست کنید برآورده میشه وقتی به اون میچسبی اون موقع دعاهای من و تو جواب داده میشه وقت تو میبینی قلب پدر رو تو میبینی فکر پدر رو تو میبینی اراده عیسی رو و میدونی چه دعایی باید بکنی موقع دعاهای تو میگه هر دعایی میتونی تصور کنید عزیزان همه دعاهای من و تو جواب داده بشه کی هست موقعی که ما میچسمیم چون میبینیم وقتی تو به آسمان چسبیدی وقتی تو به قلب پدر چسبیدی میتونی مثل عیسی ببینی که او چی کار میکنه از آن هنوز ما در ابتدای سال 2022 هستیم هنوز وقت داریم بیایم خودمون رو تفتیش کنیم امروز بیایم ببینیم ما به کی چسبیدیم ما به چی چسبیدیم حتی گفتم میتونه خیلی روحانی باشه حتی میتونه یک رویایی از خدا باشه که جای خود خدا رو بر ما گرفته و سوالی که چند وقت هست فکر من رو به خودش مشغول کرده و من جوابی براش پیدا نکردم برای خودم چرا خوب به این سوال دقت کنید که شاید یکی از شما جوابی داشته باشه که به من بعد از جلسه بده چرا خدا باید کار یا خدمتی که در اراده خودش نیست و من دارم انجام میدم رو برکت بده و سمر بخش کنه چرا؟ خدمت و کاری که من ندیدم پدر داره میکنه من خودم دارم میکنم و دعا کنم که خدای تو بیا خدمت من و کار من رو برکت بده و سمر بخش بده چرا خدا باید برکت بده؟ از کار شاول کاملا روحانی بود کاملا مطابق کلام خدا بود کاملا درست بود قربانی کرد تا خدای خودش رو بپرسته اما اراده و قلب خدا برای او چیز دیگه ای بود اما از آن وقتی من و تو تصمیم میگیریم برادر و خواهر عزیز وقتی ما تصمیم میگیریم که به خدا بچسمیم همه چیز رو رها کنیم دست خودمون رو برداریم میدونی چه اتفاقی میفته؟ تجربه بی‌نظیر و زیبایی که من در پایان سال 2021 داشتم من یک آرامی و اطمینانی در قلبم تجربه کردم که هرگز نچشیده بودم وقتی باید با سختی دست خودم از خیلی چیزا میکندم حتی جاهایی با گریه با عشق با فریاد اما باید میکندم باید یه انتخاب خدا منو گذاشته و در مقابل یک انتخاب وقتی که تصمیم گرفتم بکنم دستم و به او بچسبم بزرگترین چیزی که هرگز تجربه نکرده بودم یک آرامش یک اطمینانی در قلبم بود یک تصویر تازه ای از قادر مطلق بودن خدا برای من باز شد بیشتر و بیشتر این آیه اشعیا باب 49 آیه 16 رو فهمیدم که خدا میگه ببین من اسم تو رو بر کف دست خودم حک کردم حصارهای تو زندگی تو پیوسته در نظر منه این کار تازه فهمیده بودم که این آیه چی میگه وقتی تو دست خودت رو از همه چیز برمیداری و به خدا میچسبی اولین اتفاقی که میفته تو وارد یک استراحت میشی تو وارد یک آرامی میشی چرا چون تو میدونی دیگه این تو نیستی که باید تصمیم بگیری که کجا بری که چیکار کنی که چه کار رو انجام بدی دیگه تو نباید تصمیم بگیری دیگه تو نباید فکر کنی بلکه تو فقط باید یک کار کنی به او بچسبی و مثل عیسی روی خدا رو طلب کنی عیسی هر روز ها وقت میگذاشت روی زانو دعا میکرد تا ببینه تا ببینه با یک زوج جوان آمریکایی آشنا شدم در این کنفرانس زوج فکر میکنم سی سال اینطوری بود گفتن که ما چند سال پیش یک بار در دعا بودیم خداوند در قلب ما گذاشت که ما باید یک قوم دیگه ای رو خدمت کنیم فقط ما نمیدونستیم چه قومی فقط یه همچین چیزی رو هر دوی ما شنیدیم و گفت ما چندین ما پنج ما شش ما هر روز ساعت دعا می‌کردیم. هر روز ساعت دعا می‌کردیم تا خدا به ما نشون بده چه قومی و بعد از شش ماه هر روز روی زانو ساعت دعا کردن، خداوند به اونها افغانستان نشون داد که اونها کلا نقل مکان کردن به افغانستان اونها منتظر شدن تا ببینن ما اگه باشیم خب ما بریم الان کدوم قوم نیاز داره بریم سریع چمدون رو جمع کنیم نه اما اونها منتظر موندن تا ببینن عیسی تو سختی میافتاد تو مشکل میافتاد تو درد میافتاد توی حمله ها میافتاد اما چیزی که برای من خیلی جالبه عیسی هرگز در کلام خدا نترسید عیسی نگران نمیشد عیسی نمیترسید عیسی دست پاچه نمیشد چون چسبیده بود چون وصل بود چون میدید حتی تو انجیل مرقس میگه عیسی سرودخانان به سوی باغ جتسیمانی رفت چون دیده بود او باید به این مسیر بره و وقتی که من تو این تصمیم رو میگیریم اون موقع هستش که عزیزان کیفیت زندگی ما عوض میشه کیفیت خدمت های ما عوض میشه موسا در کتاب تصنیه تمام احکام و شریعت و قوانین رو به قوم یادآوری میکنه براشون تکرار میکنه و در آخرای کتاب تصنیه باب سی سی و یک و دو میبینیم که وقتش هست که یوشع رو به عنوان جانشین خودش اعلام کنه و خداوند او رو به بالای کوه نبو در سرزمین معاب فرا میخونه تا عمرش اونجا به اتمام برسه اما موسا در آخرین جملات خودش به قوم وقتی که میدونست زمان ترک کردن اونها نزدیک اینطور میگه در تصنیه باب سی آیه بیست یهوه خدای خود رو دوست بدارید از صدای او اطاعت کنید و به او بچسبید به او بچسبید زیرا او زندگی شما و درازی عمر شماست تا در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان ابراهیم و اساق و یعقوب سوگند خورد که آن را به دهد قرار یابید میگه یهوه خدای خودتون رو دوست داشته باشید به او بچسبید او که زندگی شماست چقدر این آیه زیباست به خدایی به چسبید که زندگی شماست درازی عمر شماست از آن بیایم تصمیم بگیریم بیایم تصمیم بگیریم دستای خودمون رو خالی کنیم فکرهای خودمون رو خالی کنیم از هزاران نقشه و برنامه و پلن و فکر و آرزو بیایم قلب خودمون رو خالی کنیم از هر آن چیزی که بهش چسبیدیم از هر اون چیزی که من و تو رو به خودش وابسته کرده من و تو رو چسبونده بیایم تصمیم بگیریم به او بچسبیم به خدا بچسبیم به خدایی که زندگی من و توه. تا به مقصد برسیم به او بچسبیم او که زندگی و درازی عمر ماست به او بچسبیم تا زنده بمونیم همگی ما آمین با هم دعا کنیم هللویم چند لحظه همینطور که این نوای هللویا پخش میشه به کلامی که شنیدی تفکر کن من باور دارم که مویزه هنوز تمام نشده و الان روح القدس هست که هران چیزی که من با زبان الکن خودم نتونستم به شما بگم به شما خواهد گفت هللویا قلب خودت رو برای روح القدس باز کن بگو بگو روح القدس بیا نشون بده من به چی چسبیدم من به کی چسبیدم و اگر به تو نشون میده مقاومت نکن احساس میکنم افرادی بهشون خداوند نشون داده اما میگن نه این نیست این نه تا دستان خودمون رو خالی کنیم حتی اگر درد داره حتی اگر خداوند آرزوی دل ماست حتی اگر چیزیست که سالها بهش چسبیدیم و با ما یک شده اما تو میخوای که ما ازش جدا بشیم نه برای اینکه چیزی رو از دست بدیم بلکه برای اینکه چیز با ارزشتری رو به دست بیاریم و اون تو هستی چطور روی خدا در قلب ما در فکر ما چطور از یک اتاق به یک اتاق دیگه از یک دری به یک در دیگه داره میره درها داره باز میشه پشت سر هم درها داره باز میشه در قلب تو در فکر تو در روان تو در زندگی تو اجازه دادی که روی خدا تو رو جدا کنه دستای تو خالی شده و میخوای که تصمیم بگیری که به خدا بچسبی میتونی سرپا بیستی و دستان خودت رو باز کنی دستای خالی خودت رو باز کنی دستای خالی خودت رو باز کنی به او بگی این دستان منه که خداوند که میخواد به تو بچسم به, به خدایی که بود و نبود ماست به خدایی که دار و ندار ماست خدایی که سزاوار تمام قوت ماست خدایی که سزاوار تمام پرستش ماست بپرستیم و خودمون رو تو تسلیم کنیم در این سرودها ها همینطور در این رابطه ای که با خدا هستی باش و ادامه بده هللویا هللویا او رو میپرستیم او که لایق هست هللویا شکر خدا هللویا